شکر. محمود کیانوش تا همین اواخر برای گفتارهای پراکنده و رشته گفتارهای معروف نامه از لندن به اداره می آید. این در روز 80 سالگی او 6 سال پیش و یک جشن مختصر همکاران بی بی سی فارسی برای تولد او. بنده رو نمیگم شرمسار کردید، مفتخر کردید. اینم یه دونه آیپد مینیه، حالا بعد داستانشو بعدم برای او رو همه دوست داشتن، اگرچه خیلی وقتا تند و عصبانی هم میشد و قهر هم میکرد. عنایت فانی شاید یکی از نزدیکترین دوستان او بود. درد بزرگش همیشه این بود که چرا مردم از خودشون شک نمی کنن و سوال نمی کنن و همه چیز رو همینجوری قبول می کنن. به همین دلیل هم یک کتابی که این اواخر نوشت، کتاب مختصر 200 صفحه‌ایه به نام بیشکی بیسوالی، که تمام بحثش راجع به همینه. چیزی به صورت همین تایپ شده است. محمود کیانوش نویسنده‌ای بود پرکار. صفحه ویکی‌پدیای او فهرست هایی دارد از مطالب منتشر شده او، از ده ها شعر، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، نقد ادبی، آثار ترجمه و داستان های کوتاه برای کودکان. چاپ شده به اسم شعر زبان کودکی انسان. گل صدها گل اینجا آنجا هر جا گل. اشعار محمود کیانوش برای کودکان را سیمین قدیری در سالهای قبل از انقلاب در تلویزیون ایران اجرا کرد. اگرچه اشعار کودکان او بسیار شناخته شده است، اما محمود کیانوش خیلی دوست نداشت که تنها با آنها شناخته شد. مگه شما فقط برای بچه ها نمیگفتی؟ گفتم چرا؟ بزرگاشو نداریم اونجا. او تحت سه نام و تخلص مینوشت و فعالیت میکرد. علیزاده توسی برای کارهایش در بی بی سی فارسی، محمود کیانوش برای کارهای ادبیش و مصلح الدین زشکی آنجا که طنز مینوشت. شیخ مصلح الدین زشکی مال زمانی بود که یک برنامه طنز اجتماعی در واقع در بی بی سی درست میشد به نام مجله شفاهی و اونجا به اسم زشکی شعر میسرود و شعراش هم خیلی شعرهای درخشانی هم هست و نزدیک 1000 تا شعر هست در اونجا سروده. محمود کیانوش یکی از فرهنگیان جامعه ایرانی لندن بود. این مراسم افتتاح کتابخانه مرکز مطالعات ایرانی لندن در سال 1994، تقریبا 26 سال پیش. یکی از سخنرانان محمود کیانوش که میگوید ایرانی های لندن امروز اینجا خانه ای تازه پیدا کردند. این خانه رو فقط وقتی میشه زنده و فعال نگه داشت که از این خانه استفاده، اون زندگی که ما از یک خانه چنینی انتظار داریم درش بشه. برای خیلی از ماها در بی بی سی فارسی محمود کیانوش استاد زبان روزنامه‌نگاری فارسی بود. جزوه های درست نویسی و نگارش خبر او راهنمای خیلی از کارکنان بی بی سی طی چند دهه گذشته بوده و هست. امروز زبان روزنامه‌نگاری مدرن فارسی تا حد زیادی مدیون اوست. یادشون گرامی، بهروز آفاق، مدیر پیشین بخش آسیا و خاورمیانه بی بی سی که سالها در بخش فارسی با محمود کیانوش همکاری داشته، از لندن با ماست. آقای آفاق خوش آمدید به برنامه. فقدان بزرگی است نبود آقای کیانوش برای جامعه ادبی و روزنامه‌نگاری فارسی زبانان. از سالهایی که با هم همکاری کردید بگید، از خاطراتتون. اولا باید بگم که این نکته ای که کسرای ناجی میگفت واقعا خیلی درسته، برای اینکه آقای کیانوش، محمود کیانوش، شاید اولین کسی است که راهنمای مفصلی نوشته برای فارسی گویی و فارسی نویسی در رادیو، نه از روی تئوری بلکه از روی نمونه های هر روزه ای که در
کار میدید و الان این یک جزوه کتابی است در حدود 200 صفحه. خودش واقعا نثر فوق‌العاده‌ای داشت، فوق‌العاده ساده و روان و پاکیزه و به قول قدما فارسی سهل و ممتنع. حالا شعر و داستانهاش همه به جای خود. شما همین نامه ای از لندن های او رو اگه بخونید، یا همین مصاحبه ای هست که از حدود 15 سال پیش که با او در سایت فارسی منتشر شده، اگر اون رو بخونید میبینید که چقدر فارغ از محتواش چقدر روان و پاکیزه و سلیس و خوبه. من فکر میکنم واقعا در این 80 سالی که از تاریخ بخش فارسی بی بی سی میگذره، ما چهره های فرهنگی فوق العاده مهمی داشتیم در بی بی سی که کار میکردن، مثل مجتبای مینوی، حسن بالدوزی، مسعود فرزاد، ابوالقاسم طاهری، محمود عنایت و اینها کسانی بودند که حضورشون و کیفیت و اثرگذاری کارشون به بی بی سی اعتبار میداد. من فکر میکنم که محمود کیانوش هم یکی از زمره همین کسان بود واقعا در بی بی سی. اشاره کردید به مصاحبه ای که 15 سال پیش باشون انجام شد. فکر کنم شما خودتون اون مصاحبه رو انجام دادید، درسته؟ نه، مصاحبه ای هست که آقای سیروس علی نژاد با او کرده در یک سلسله گفتگوهایی بود که با نویسندگان و مترجمین میکردن. توی سایت هست، حالا من تبلیغش هم کردم، آدرس دادم. ولی یک مصاحبه ای رو شما باشون انجام دادید که شنیدم مصاحبه خواندنی هست. من راستش به درست یادم نیست. یک وقتی بود که یک نشریه بود به نام فصل کتاب، که اون فصل کتاب یکی از که دکتر ماشاءالله آجودانی سردبیرش بودن و اون یکی از داستان‌های آقای کیانوش که در آمده بود، با او درباره اون داستان مصاحبه کردم. غیر از او یادم نمیاد، ولی واقعا ساعت بسیاری رو در حضور ایشون گذروندیم ما اون زمانها و آدمی بود بسیار دقیق و برای همه وقت داشت و با دقت کم نظیری هم کار میکرد، بسیار با حوصله بود. آقای کیانوش، من خیلی کمتر از شما در بخش فارسی بودم، ولی وارد که شدیم اسم آقای کیانوش برای ما به معنای ادبیات درست فارسی روزنامه نگاری بود و یک وسواسی آقای کیانوش داشتند که شاید کمتر کسی داره. فکر می‌کنید این وسواس و دقت و پایبندی به اصول ادبیات فارسی از کجا میاد و چرا کمرنگ شده در نسل‌های بعدی تا حدودی؟ والا خود آقای کیانوش این دقت بی‌نظیرش واقعا زبان زد بود. یعنی من یادم هست حتی پیش پا افتاده ترین متن ها رو اگه داشت ترجمه میکرد، مثلا اگر که توش یه نکته میدید که نادرسته، میرفت سراغ کسی که نوشته بود این رو و نه تنها به اصطلاح متن فارسی رو بلکه متن اصل انگلیسی رو هم اصلاح میکرد. و یا مثلا دقتش در ضبط و تدوین صدا کم نظیر بود و گاهی من از خودم میپرسیدم آخه مگه میشه که شاعر و نویسنده اینقدر توجه داشته باشه به کارهای فنی. و گذشته از اون آدم بسیار جدی و پرکاری بود، بی اندازه با وجدان، و کوچکترین کاری رو هم بهش واگذار میکردین با تیب خاطر انجام میداد و انگار نه انگار که مقامی است عالی مقام. و این به نظر من یک کیفیت و خصوصیت نادری بود در بین روشنفکران هم نسل او و روشنفکران هم قطار او. و حالا که دیگه اصلا داستان دیگری است. می دیدم حالا چون داریم با بی بی سی صحبت می کنم، دیدم که برخی از کاربران شبکه های اجتماعی زیر خبر درگذشت آقای کیانوش که راجع به فارسی و آموزش فارسی در بی بی سی صحبت نوشته شده بود، میگفتن که خب پس چرا الان فارسی سایت فارسی بی بی سی به دقت اون دوره نیست. به هر حال اینا نمیدونم، شاید الان شما در سایت های فارسی بسیاری، در رسانه های فارسی بسیاری که ما میبینیم اشتباه و شلختگی گاهی هست و خیلی خیلی مهمه. یک زمانی بی بی سی فارسی در واقع مسئله اعلای فارسی نویسی بوده، فارسی گویی بوده برای خیلی از شنوندگانش و امروز خوبه که سری بزنیم دوباره به اون دوره.
حتما باید سری بزنیم به توصیه های آقای کیانوش که همطور که گفتم جای خالیشون قطعا حس خواهد شد در جامعه ادبی و روشنفکری فارسی زبانان. متشکرم از شما بهروز آفاق، مدیر پیشین بخش آسیا و خاورمیانه بی بی سی.